من در آب دنیا آمدم، برج آب. در تقویم رومی که لبنانی ها هنوز در کنار تقویم میلادی استفاده می کنند، اواسط آب تقریبا برابر است با اوایل شهریور، روزی که بابا دیگر نیامد. من تازه 7 ساله شده بودم. مامان می گوید که مراقب بوده کسی جریان را به من نگوید، ولی من از وقتی یادم می آید بابا نبود، یعنی می دانستم که بابا نیست. سنم که کمتر بود خوابش را می دیدم، یعنی نمی دانم خیال می کردم یا چرا خوابش را می دیدم، ولی از وقتی بزرگ شدم دیگر خواب نمی بینم. شاید آدم بدی شدم، شاید هم تصویرهای بچگی در ذهنم کمرنگ شده، چون تنها چیزهایی که از بابا یادم هست مال بچگیم است. تنها تصویرهایی که از او دارم، مردی است که من را روی پایش گذاشته و غذا توی دهانم میگذارد، و تصویر خودم یادم هست که دارم راه میروم و بابا به شوخی میزند پشتم، و تصویر دیواری که بابا صورتش را پشتش قایم میکند و من گریه میکنم، چون فکر میکنم بابا گم شده. اینها تنها چیزهایی است که خودم از بابا یادم هست. بقیهش قصه هایی است که درباره او میشنوم و برق چشمهای مردم. اصلا من بابا را اینطور شناختم، از قصه ها و برق چشم ها. خیلی ها مرا از روی شباهتم به بابا می شناسند. تا مرا می بینند می پرسند تو فامیل امام فلانی نیستی؟ و وقتی می فهمند که هستم، یا به گریه می افتند و نمی توانند حرف بزنند، یا برعکس می افتند به حرف زدن و قصه شروع می شود. اگر مرد باشند تعریف می کنند که چطور بابا دوست داشت با آنها نهار بخورد، یا برای فلان کارش با آنها مشورت کند و بپرسد فلانی به نظرت من در این قضیه چه کار کنم، و اگر زن باشند افتخار می کنند که بابا دوست داشت قلیانش را آنها چاخ کنند. بعضی هم ترجیح می دهند مستقیم سراغ بابا نروند. معمولا می پرسند شما با خانم رباب صدر نسبتی دارید؟ من هم می گویم بله، فامیل هستیم. و بعد همینطور پیش می رود تا می رسیم به بابا، و آن وقت حالتی در نگاه آدم ها می دود که هر وقت می خواهم برای کسی خلاصه اش را بگویم می گویم احترام. یادم نمی آید تا به حال از این اسم سختی یا ضرری به من رسیده باشد. نه، یادم نمی آید. چیزی که هرچه عقب می روم باز یادم هست و هیچ وقت برایم عادی نشده این است که بابا نیست. این که نبودن بابا این همه طول کشیده است. مامان می گوید تصور همه اینها بوده که اشتباهی شده و موضوع خیلی زود روشن می شود. چون نمی شود یک نفر با دعوت رسمی برود یک جایی و توی روز روشن گم شود. می شود؟ شهریور 58 درست 1 سال می شد که بابا نبود. مامان مثل بیشتر تابستانهای دیگر آمده بود ایران، همراه عمه رباب و چند خانم لبنانی که از دوستانش بودند. 2 هفته ایران بودیم و من یادم هست که چند بار رفتیم تظاهرات. توی یکی از تظاهراتها خانم مسیحی که همراه ما بود بلندگو داشت و صحبتهایی می کرد که من با ذهن بچگانم فقط موسی صدر حبیب اللهش را می فهمیدم. عکسهایش هست. من همه جا چادر عربی مامان را سفت چسبیدم و زل زدم به جمعیت. اینها شاید اولین تصاویر واضح من از نبودن باباست، چون قبل از آن را یادم نیست. الان خیلی وقتها که با صدری، حمید و هورا دور هم می نشینیم، سعی می کنیم روایتهای من را بچینیم کنار هم و بفهمیم چه بر سر ما رفته. 31 اوت 1978، 9 شهریور 1357، بابا از لیبی برنگشت. ما سال بعدش رفتیم ایران. بعد صدری برگشت فرانسه، چون درسش تمام نشده بود، و ما برگشتیم بیروت. من، مامان، حمید و هورا. در بیروت چند بار خانه عوض کردیم، چون جنگی داخلی بود و محله ها یکی در میان ناامن. بعد اسرائیل آمد و دیگر هیچ جا امن نبود. اولش رفتیم هاضمیه،
توی ساختمان مجلس اعلای شیعیان که بابا آن را راه انداخت و حالا تبدیل شده بود به یک جور پناهگاه برای 2300 خانواده‌ای که زندگیشان را در جنوب رها کرده بودند و به امید اینکه دست اسرائیل بهشان نرسد آمده بودند بیروت. اما اسرائیل به بهانه پیدا کردن یاسر عرفات و پاکسازی فلسطینی‌ها خیلی زود به بیروت رسید. همین که هوا تاریک می شد، کوچه ها از آدم ها خالی می شدند. هر کس هر جا بود می ماند و هر بخور و نمیری گیرش می آمد می خورد. تابستان که شد ما آمدیم ایران. از وقتی بابا نبود، هر تابستان که می آمدیم ایران به ما می گفتند چرا برمی گردین؟ همینجا بمانید. اما تصمیم مامان این بود که لبنان باشیم. می گفت همه چیز ما در لبنان است. من خیلی ایران را دوست داشتم. تابستان که اینجا بودیم همه فامیل جمع بودند. ولی یادم نمی آید برای ماندن کدام اینها را ترجیح می دادم. فکر کنم نمی توانستم تصمیم بگیرم، چون یادم هست که اگر کسی درباره ایران چیز بدی می گفت عصبانی می شدم و درباره لبنان هم که می گفت عصبانی می شدم. هنوز هم همینطورم. پاییز 1983 که از ایران برگشتیم دیگر نرفتیم هاضمیه. من، مامان و هورا بودیم. در یک ساختمان بزرگ دو اتاق اجاره کردیم. سالهای جنگ بود و خیلی ها همین وضع را داشتند. آواره بودند. حالا سالها از آن روزها می گذرد. شاید نبودن بابا باعث شد بعضی ها او را دقیق تر ببینند. چون این را می دانم. از مامان و دیگران شنیدم که در آن سالهای آخر حضور بابا در لبنان بارها گروه‌های مختلف سعی کردند ترورش کنند و وضع آنقدر ناامن و تهدیدآمیز شده بود که او ترجیح داد مامان و هورا را هم چند ماهی بفرستد فرانسه پیش صدری، چون جان آنها در لبنان در خطر بود. شاید اگر بابا خودش بود اجازه نمیداد ما تمام این دوره طولانی جنگ لبنان را لبنان بمانیم. شاید اگر بابا بود دوره جنگ انقدر طولانی نمیشد. شاید اگر بابا بود جلوی جنگ را میگرفت. میگویند چند باری این کارا کرده، اعتصاب غذا کرده، با آدمها کلنجار رفته، سفر رفته، سفرهای بی بازگشت. شاید اگر بابا بود همه چیز جور دیگری اتفاق می افتاد. همانطور که الان اگر بیاید همه چیز جور دیگری می شود. این چیزیست که من در این چند سال در لبنان فهمیدم. از قصه های مردم و برق چشمهایشان وقتی درباره بابا حرف می زنند.